سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. در روزهای گذشته من دیدم بعد از اینکه فضا آروم شده یه سری رند پیداشون شده با انگیزهای مختلف، هم در بین ریش و پشمدارها هستن، هم در بین کسانی که اصطلاحا مذهبی و انقلابی نیستن. اینا میگن آقا اصلا این بحث تجزیه و سوریه و سازی و اینا چی بود شما مطرح کردین؟ یه سری بچه اومدن کف خیابون، 4 نفر مثل تحلیلگر خجالت نمیکشن برای اینکه این 4 تا بچه بشینن تو خونشون بترسن. اینا سوریه سوریه میکنن، تجزیه تجزیه. یه لولوی رفتید از توی به اصطلاح خودمون یه گوشه در آوردی، اون ملت رو باش میترسونی. چه دروغ میگید به مردم؟ اصلا اینها وجود خارجی نداره، داستان یه چیز دیگه بوده، یه مطالبه دیگری بوده. دمتون گرم. هر کسی از این حرفو میزنه، هر کسی از این حرفو میزنه، من مخلصشم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ببین، من احساس میکردم که جامعه همشون این رو فهمیدن، ولی تو من کمک کردی که بفهمم هنوز لازم هست درباره این قضیه فکتای ارائه بدیم. وقتی که من این ماجرا رو دارم توضیح میدم، ابتداش همه هورا کشیدن و آفرین گفتن، باز یک سری پیدا شدن، یک سری جماعتی که نمیدونم چه اسم براشون بذارم، دارن تردید افکنی میکنن. یعنی عده‌ای هستن که میخوان مخاطب رو در این خصوص فریب بدن. پس لازم هست که من فکت ارائه بدم، همچنان لازم هست پیرامون این قضیه صحبت بکنم. آقا دستمون پر، یاد داریم دروغ میگیم. من میخوام ویدیوهایی براشون پخش بکنم، شروع بکنم از ابتدای صحبتای کسانی که اصلا تصور نمیکنید در اندیشه اینها تجزیه باشه، تا بریم برسیم به صحبت‌های تجزیه طلب‌هایی که یکیشون به صراحت میگه، میگه ما همه چی آماده کردیم و همه کار هم بلدیم، فقط آمریکا یه حمایت بده بازی تمومه. بازی تمومه یعنی چی؟ به صراحت میگه یعنی به اهدافی که در سوریه رسیدیم در ایران میرسیم. بریم ویدیو ببینیم، بریم ویدیوی اسارتی رو که این روستا داره پخش میشه رو با هم ببینیم. فقط یه تشکر ویژه باید بکنم از رفقای خودم در ایرانیک تیوی. بازم یادآوری میکنم دوستان، کاوش مدیا، ایرانیک تیوی، اینها رسانه هایی هستن که من انتظار دارم شما دنبال بکنید. حتما این رفقا دارن کار حرفه‌ای، از کانال من نه، برید اصل کانالش داشته باشید، هم ویدیوشو با کیفیت ببینید، هم حمایتش بکنید، هم چیزای جذابتری دارن. همش این ویدیوهایی که من نشون میدم یا در کانالم میذارم نیست، چیزای دیگری هم هست که اونها دارن پخش میکنن. این ایرانی تیوی رفته مثلا 3 ساعت سخنرانی یا صحبت داشتن، گل حرف اینها رو که پنهان شده رو درآورده. فهمین چی شد؟ یه تیکه‌ای بوده، اون یه تیکه رو این پیچونده، کادو پیچ کرده، بده بیرون. آقا من تجزیه رو میخوام به مخاطبم، میخوام قانع کنم. اون دختری که بهش توضیح دادم که چادر برو سر چوب کن توی خیابون انقلاب، بعد اومدم رفتم عکسش و فیلمش رو گذاشتم تو کنگره، میخوام به اون اثبات بکنم که باید از تجزیه حمایت بکنه. چجوری؟ مستقیم بیام بگم نمیشه، کادو پیچش باید بکنم، کادو پیچش باید بکنم که یه دفعه به خودم بیام ببینم که مریم فولادی رفته لخت شده، پرچم تجزیه طلب کنارش، این خیالش نیست. کادو پیچ کرده بهشون توضیح داده دیگه، ولی انقدر بیرگ نمیشدن که. اینجا داره همین داستان اتفاق میفته. ویدیو رو ببینیم، کلی ویدیوهای خاص هست که امروز شما رو حیرت زده خواهد کرد. واقعا دلاورانه ایستاد با اینکه میدونه داره کشته میشه، پرچم جمهوری اسلامی رو آتیش میزنه. یعنی چی؟ یعنی پرچم ما این نیست، پرچم ما پرچمی بوده که شما دزدیدین و الان بر ما مسلط شدین. این مردم کردستان الان تنها نیستن، در حالی که اول انقلاب علی پرچم خمینی و خود خمینی 24 روز تنها جنگیدن. چطور اول انقلاب اتفاقی که رخ داده چی بوده؟ کسی میتونه من توضیح بده؟ خیلی واضحه، تجزیه طلب ها از فاضلاب ها ریختن بیرون، از احمد متوسلیان بگیر تا قهرمان های دیگری از این دست، خونه زندگی تعطیل، خداحافظی به خانواده، همه رفتن کردستان. با شرف های ما در کردستان همه اومدن کنار اینها، آقا بسیج بشین ببینیم این بی شرف ها چی دارن میگن. اومدن وطن رو تجزیه بکنن، نقطه هم انتخاب کردن به عنوان پایتخت. اگر نمی رسیدیم و اگر هوشیار نبودیم و اگر ایران بیدار نمی شد، کردستان به اصطلاح خودمون تجزیه بود. فیلمی هست از جمع شدن مردم ایران در مقابل به اصطلاح خودمون اون مقر دولت موقت. یک نفری بلند میشه تو جمع ایرانی ها صحبت میکنه، من ویدیوشو قبلا مفصل برای شما پخش کردم، او آقا کرده، میگه که این جمعیت جمع شده اینجا، ما بلند شیم بریم کردستان، از کشورمون دفاع کنیم، میخوان کشور رو تجزیه بکنن. بعد شروع میکنه صحبت کردن، یه دفعه میزنه زبان اصلی، دیگه اصلا فارسی صحبت نمیکنه، فریاد میزنه کردی، شروع میکنه فحش دادن به تجزیه طلبها، آقای فلانی که داری این کارو میکنی. بعد ملت نمیفهمن این چی میگه. ایرانی‌ها جمع شدن دورش، همه میخوان آقا بریم اقلیم مسلح کن، بریم اقلیم کردستان، ببخشید بریم کردستان ایران ببینیم بی شرفا چی میگن. او کردی داره فریاد میزنه، ملت نمیفهمن چی میگه. هر لحظه‌ای که آروم میشه جمعیت فقط میفهمه که الان باید حمایت کنه. هم میگن صحیح است، صحیح است. داش چی گفت که میگی صحیح است؟ کسی نمیدونه. تا میفهمه او یه فوشی داره به تجزیه طلبها میده.
آمده بودن برای اینکه وطن تجزیه بشه. این رو یک عده دارن فریب میدن. ببین امروز چقدر راحت ماله کشید روش، گفت نه اونا اومده بودن پرچم، کدوم پرچم رو پس بگیرن، کدوم پرچم رو پس بگیرن، پرچم ایران رو کنار بزنن، این پرچم نجس کردایی رو بیارن بالا ببرن. نه نه نه، این پرچم هر کجایی بخواد اسمش برده بشه سربه داغ حوالش میشه. ادامهش رو ببینیم، ادامهش اینجا ببین. این فضا دقیقاً متمرکز رو کردستانه. کردستان در کشور شما فضا آرام، همه چیز در صلح و ثبات و آرامش. اینا دارن توی مجازی یک دروغی میسازن در ذهن مخاطب. ببین اینجا خیلی داستان هوشمندانه است. کشور طرف دانه تجزیه میکنه، خودش کف خیابونه تهران داره آشوب آفرینی میکنه، بعد داره دعا میکنه تو تخیل خودش که خدا کنه اونی که تو مثلا سنندج تجمعی کرده یا شرارتی کرده اون به نتیجه برسه. یعنی اولین بار در طول تاریخه که داره وطنی رو تجزیه میکنه، دست و پا میزنه، دست و پا میزنه ببره به سمت تجزیه، و عده‌ای در داخل کشور خودشون امیدوارن که به نتیجه برسه، چون نمیفهمن ماجرا چیه، مخشون تکون خورده. اینجا یه نفری رو آورده روی آنتن از یکی از این دلقکایی که به عنوان چی بهش میگن کارشناس ازشون استفاده میکنه، بعد اون داره اشاره میکنه میگه که باید به اصطلاح خودمون کسانی که در کردستان هستن و با تجزیه طلبی همراه نیستن، با این اتفاق همراه نیستن، اینا کشته بشن. ببین شما تصور کن اون کسانی که حامی وطن هستن یا بترسن ساکت بشن یا کشته بشن. خب داری فضا رو آماده میکنی برای اینکه تجزیه طلبها آنجا میدان رو به دست بگیرن دیگه. هیچ کس هم در دنیا نمیگه که آقا این اسمش آزادی بیان نیست، این چیزی که روی سعودی نشان ها داره میره تحریک ادعی هست برای هدایت کشور به سمت تجزیه. بریم ادامهش رو ببینیم. ببینیم فضا نوردان شبکه سعودی اینترنشنال در رویاهای خودشان چه میگن. ببینیم شرایط سنندج رو، چیزی که الان واجبه و لازمه که کسایی که الان دارن در داخل کشور این تظاهرات رو با تمام اون شجاعتشون در خیابان‌ها جلوی چنین رژیمی وایسادن، اینو در نظر بگیرن که وقتی تمام کشور، ایران جغرافیای بزرگی داره و می‌دونیم تمام نیروهایی که به کردستان آوردن نیروهای بومی نیستن، خیلی وقتا سعی کردن حتی از نیروهایی که در کردستان هستن در کردی ما بهشون میگیم جاش، یعنی خائنان، از اونم استفاده کنن که بتونن مردم رو سرکوب کنن. و چیزی که الان هست، مردم سعی میکنن اون کسانی که با رژیم دارن همکاری میکنن رو شناسایی کنن، که این به نظر من یک تاکتیک خیلی خوبیه که در میدان جنگ شما استفاده میکنی برای اینکه ترس رو به دشمنت بدی، که ترس از این شناسایی باید میشه که کسایی که دارن با رژیم همکاری میکنن از این همکاری دست بردارن، چون که عاقبتی که تا حالا دیدیم در ووکان بوده، در شهرهای بوده، نتیجهش برای چنین کسایی هم نتیجه بوده که بقیه بهش رسیدن، یعنی کشتن این کسایی که با رژیم همکاری کردن. سپاسگزارم از شما. خیلی خوب، این بخش رو هم دیدیم. ببین این دقیقاً داره چیکار میکنه برای شما که الان باور کن یه سری از مخاطباش الان فکر می‌کنن سندج ریخته به هم، کردستان ریخته به هم، ولی داره چیکار میکنه؟ اینجا داره در یک فریب رسانه‌ای یه کاری میکنه تو تخیل خودش که وقتی تظاهراتی در کردستان هست، ادعی که از این تجزیه طلب‌ها بیزار هستن یا از افراد ساده‌ای که آتش ناآرامی های اینها شدن بیزار هستن، اینا حالت تدافعی پیدا بکنن. داره خطاب به اونها پالس میده دیگه، هدف شما مخاطب که نیستی که، داره یه کاری میکنه اونها برن تو حالت تدافعی که تجزیه طلب راحت بتونه جنایت بکنه. بگذاریم بریم بعدی رو هم دیگه ببینیم. اینجا بخشی از صحبت یک فردی هست داره در خصوص سلطنت طلبها اونها صحبت میکنه، میگه آقا بیا یه چیزی بزنیم وسط با هم پیرامون صحبت بکنیم. اگر قرار باشه من سلطنت طلبی رو بپذیرم، اگر قرار باشه که دیگر عقاید رو بپذیرم، اگر قرار باشه هر کسی اجازه داشته باشه حرفشو بزنه، تو باید این رو بپذیری که وقتی انقلاب اسلامی ایران رو زدیم کنار و جمهوری اسلامی بساطش جمع شد، من باید بتونم جدا زندگی بکنم، من باید بتونم یک کشور جدایی داشته باشم، من باید بتونم در یک فضایی که یک حاکمیت فدرال برای من به وجود آورده خودم برای خودم تصمیم بگیرم. این همون پرچم تجزیه طلب هایی که در اعتراضات ایرانی ها میدیدیم هست یا نه؟ ویدیوشو ببینیم مفصل تر قضاوتش کنیم. گفتم غیر کرد حق نداره، صلاحیت اینو نداره در تعیین هویت کرد دخالت بکنه. توی انتخاباتی که برگزار شد، انتخابات 1600، از افغانستانی درباره ما اظهار نظر میکرد تا یمنی. یه رفیق افغانستانی به من پیام داد توی همین مسئله اظهار نظرهای سیاسی که داشتیم، یه سری چیز گفت که اصلا کلا منطق منو برد زیر سوال. حتی 0.5% به خودم اجازه ندادم بگم که ایران به تو ربطی نداره، به خاطر اینکه ما امروز داریم در خصوص منطقه‌ای صحبت میکنیم که خیلی هامون نسبت به مسئله در خیلی نقاط دیگر اشراف داریم و صلاحیت این رو داریم که اظهار نظر بکنیم. حالا کردستان که دیگه بخشی از جان ایرانه. می دقت کنید چی گفت؟ میگه کسی حق نداره در روی ما اظهار نظر بکنه. اینجوری بخوای نگاه بکنی، هر کسی در هر نقطه میتونه همین رو بگه و این رسما یعنی
هدایت ایران به سمت تجزیه. حالا ادامه صحبتش ببینیم. باید یه سری چیزا رو خیلی سریع الان ببینیم و یاد بگیریم. بعدا خیلی دیره. من ملتم، قومم، قبیلم، عشیرم، به غیر کل چه ربطی داره؟ زن چرا باید هویتش رو مرد تعیین بکنه؟ جامعه ال جی بی تی کسی که میگه من دیگر باشه جنسی، چرا باید یکی دیگه تعیین هویتش بکنه؟ یه پادشاهی خواب باید یاد بگیری یه سری چیزا رو. باید اینجا من با هیچ کسی سر شوخی ندارم در سیاست. برگرده بگه یعنی به همین میزانی که اون میگه فدرالیسم یعنی تجزیه طلب، من میگم پادشاهی خواهی یعنی فاشیسم. اگر کسی مخالف اینه خب مخالف باشه. حالا شما اگر سوالتونه خب اگر کسی مخالف این باشه شما چیکار میکنید؟ من میگم در مقابل این دوباره اسلحه به دست میگیرم. من خودم رو ملزم به اجرای خواهش ها و نفس حساب هوس های سیاسی اونها نمی کنم. ولی اگر کسی بیاد از لفظ دموکراسی سکولاریزم سوء استفاده بکنه به نام پادشاهی یا جمهوری، ولی بگه من فدرالیز حق ندارم وجود داشته باشم، من در مقابل این خواهم ایستاد. و اگر دست از خطا بکنه حق دفاع رو برای خودم محفوظ میدانم تا صحت مسلحانش. اصلا ما که الان برگامون ریخت و به شدت نگران هستیم و وحشت زده ایم از اینکه اینها چه کار میخوان بکنن. اما بریم یه توییت بخونیم قبلش. یه توییت از گلشیفته فراهانی که همون روز اول گفتم دوستان این پرچم تجزیه طلب‌ها رو رسما استوری کرد با عکس مهسه امینی، پرچم اقلیم کردستان. این یعنی داستان اصلا داستان مهسه امینی نیست. شما اگر میخواستید بفهمید بازی چیه همین استوری خودش مشخص میکرد. خوب دقت بکنید، اینجا داره خطاب به افرادی میگه که پرچم شیر و خورشید رو پرچم ایران میدانن. میگه که نوجوانها دارن تو ایران میمیرن، توی خیابون دارن کشته میشن، شماها بشینین واسه شیر و خورشید و کوفت و زهرمانتون. کوفت و زهرمانتون شیر و خورشید و پرچمهای تاریخی ایران و نمیدونم تاریخ این مملکت، اینو کوفت و زهرماره؟ ای بی شرفا، ای حرومزاده ها، شما کی فرصت کردین انقدر تخمه حرام بشید؟ داشته های ایران رو میگه کوفت و زهرمان. بریم ادامهش رو بخونیم. میگه که اونها واسه شیر و خورشید و کوفت زهرمانتون و این پرچم دارید بحث میکنید و همدیگه رو پاره میکنید. مطمئنن اونهایی که دارن کف خیابونها کشته میشن نه دغدغه تاریخ کوفتی ساسانی رو دارن، درباره ایران داره صحبت میکنه. آره این همون حرومزاده ایه که پرچم تجزیه طلبها رو گذاشت روی عکس مهسا امینی و منتشر کرد روز اول ناآرامی ها. درباره تاریخ وطن داره به عنوان تاریخ کوفتی بیشرفا. میگه تاریخ کوفتی ساسانی و هخامنشی رو اونا دغدغه‌ش ندارن، کسایی که کف خیابون‌های تهران دارن کشته میشن و نه اصلا هوافضای فکر کردن به نماد روی پرچم آینده‌شون وقتی براشون به اصطلاح خودمون مهم هست. من یه چیزی داخل پرانتز لازم و ضروری هست خدمت شما دوستان عزیزم عرض بکنم و اون همین هست که به صراحت عده‌ای دارن بی‌شرفی خودشون رو فریاد می‌زنن. اگر دوستانی هستن که همچنان این مسئله رو نمیفهمن دیگه من فکر میکنم که نکته‌ای برای گفتن باقی نمیمونه واقعا. ببینید ادامه ویدیوها رو. اینجا بخشی از صحبت‌های یک کارشناس هست، یک مشاور مربوط به دولت‌های قبلی آمریکا هست، اومده روی آنتن زنده بعد توی صحبتی که داره ارائه میده به این اشاره میکنه که همه کشورها در خاورمیانه از اتفاقات ایران خوشحال هستن. ببینید ویدیو رو. Finally, are the Middle East, Saudi Arabia, Egypt, all those countries jumping up in joy as they watch the people of Iran demonstrate for their freedom, or is it, you know, a horror story for them too? They're jumping only this much because everybody wants Iran's wings clipped. Everybody wants the Islamic Republic weakened. They're hoping that the crisis internally in Iran will force Iran to withdraw from Syria, Lebanon, Iraq, and get out of the region. They can fight their own people internally, but they get out of the region. خیلی خب بخش از این ویدیو رو با هم دیدیم. من برای شما از اون متن میخونم که این فرد چی میگه. بهش میگه که نهایتا کشور خاورمیانه مثل عربستان، مصر و سایر کشورهای و سایر کشورها بالا و پایین میپرن و خوشحال هستن از آن چیزی که الان در ایران هست، خوشحال هستن. این فرد میگه که این کشورها خوشحال هستن ولی نه زیاد، چون میخواهن بالهای ایران بسته شود، چون همه آنها جمهوری اسلامی ضعیف‌تری میخواهند. آنها امیدوارن که بحران داخلی ایران این کشور را مجبور به عقب نشینی از سوریه و عراق کند و باعث خروج ایران از کل منطقه شود. آنها می توانند درگیر مردم خودشان شوند و از منطقه خارج شوند. همه داستان همینه. آقا این منطقه رو ازش بکش بیرون.
تو منطقه داری چیکار میکنی؟ این موشکاتو بذار کنار، اون حسیتم بذار کنار، برات یک بازی میچینم، یک آشی درست میکنم که درگیر خودت بشی و وادار بشی اینا رو بپذیری. من حرف جدیدی نیست که اینا دارم میگن، از آمریکا تا عربستانش دارم ویدیو براشون پخش میکنم، همونایی رو دارم میگه که توی شبنامه ها با هم بررسی کردیم. من تا ناظر بیرونی وقتی مطرح بکنه ما احساس میکنیم که نه، به اصطلاح خودمون اصطلاحا دقیق‌تر مشاره. این حقیقتی است که همه دارن میگن. خیلی ها امروز خوشحال هستن، از ترکیه بگیری تا اقلیم کردستان بگیری تا باکو تا بریم برسیم به عربستان امور، خیلی ها امروز خوشحال هستن، اما این خوشحالی با دوام نخواهد بود. بریم یک ویدیو ببینیم. ویدیو محشره، بخشی از صحبت‌های یکی از تجزیه طلب‌ها هست. ببین برگای اینا بعد از موشکباران اقلیم کردستان ریخته. این ویدیو رو ببینید، قشنگ متوجه عرض بنده خواهید شد. حزب دموکرات کردستان ایران در کردستان عراق هیچ کس نظامی نیست. حضور نظامی پیشمردان حزب دموکرات در مناطق مرزی هستند. جمهوری اسلامی دنبال بهانه میگرده. ولی آقای عزیزی، شما اردوگاه آموزش نظامی در عراق دارید، درسته؟ نه، اردوگاه آموزش نظامی به هیچ وجه در داخل کردستان عراق نیست. مقرات نظامی حزب دموکرات کردستان ایران در مناطق مرزی هستند، نه در داخل خاک کردستان عراق که مورد حمله موشکی و پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفت. ببین اومده روی آنتن چیز، اومده روی آنتن همین شبکه وطن فروش، بعد میگه که اصلا ما تو اقلیم کردستان مرکز نظامی نداریم، ما اصلا با ایران جایی که بخواد آموزش بده کمپ آموزش باشه. بعد اون خبرنگار میگه آقا شما اونجا مرکز آموزشی داری. ببین نه، یه سری مرکز توی مرزه، ایران به جای اینکه اینا رو بزنه داره اقلیم کردستان رو میزنه. توی مرزه یعنی کجاست؟ تو خاک منه یا تو خاک عراقه؟ اگه تو خاک منه که خب به تو ربطی نداره که دارم میزنم، دلم میخواد بزنم. اگه تو خاک عراق، خاک عراق یعنی کجا؟ یعنی اقلیم کردستان یا یعنی به اصطلاح خود اون جای دیگر، یعنی ایران. و ایران که نمیتونه باشه، وقتی اونوری یعنی تو اقلیم کردستان دیگه. این بدبختا بعد از موشکبارانی که اتفاق افتاده به شیوهی وحشت زده هستن که نمیدونه داستان چجوری باید جمعش بکنه و توضیح بده. با وحشت میگه که نه نه نه، ما اصلا اونجا پایگاه نظامی نداریم. بریم ادامه ویدیوها رو ببینیم، ادامه ویدیوهایی که این روزها در رسانه‌ها منتشر شده و الان خودش فوق‌العاده هست و جا داره که یک بار با هم دیگه بررسی کنیم. این خوشحالی و سرمستی مجری سعودی هست از اتفاقاتی که در ایران داره میفته. ببینیم ویدیو رو. من اربیل ينضم الينا خليل ازاداي خوا الكاتب الايراني الكردي. استاذ خليل، اذا اخذنا النموذج الكردي بشمال سوريا وبالعراق، لم يعني يستطع الاكراد ان يحققوا نوع من الاستقلال الذاتي الا عند سقوط الانظمه هنا وتزعزع الانظمه خصوصا النظام السوري. هل باستطاعه اكراد ايران اليوم القيام بشيء من الاستقلال الذاتي بظل وجود النظام الحالي؟ حزب كومالا طالب صراحة الدعم الأمريكي، الدعم الأمريكي يعني الذهاب إلى نموذج يعني مماثل لما حصل مع أكراد سوريا والعراق. خیلی خوب، اجازه بدید من اول نکاتی که این فرد گفت رو برای شما بخونم، بعد بریم پاسخی که فرد مقابل داره میگه. میگه جلیل آزادی خواه نویسنده کرد ایرانی مقیم ایران همراه ما هستن. اگر الگوی کردی در شمال سوریه و عراق را در نظر بگیریم، کردها هرگز نمیتوانستن به نوعی خودمختاری برسن مگر با سرنگونی یا بی‌ثباتی رژیم حاکم بر کشور سوریه. آقا شما نمیتونی به آرامش برسی آیا جز اینکه ایران سوریه بشه؟ این به صراحت داره میگه. آیا کردهای ایران در سایه وجود رژیم کنونی حاکم بر ایران قادر خواهند بود به مدلی از خودمختاری برسن؟ ببین این داره شما رو میبره، حرفای مصطفی تاج‌زاده رو یک سال پیش یادتون بیارید، تغییر قانون اساسی. آقا مسئله حجاب، بیا قانون اساسی رو عوضش کنیم، یه صحبتی باش بکنیم، رفراندوم برگزار کنیم، قانون اساسی عوض بشه. اینا دارن فضا رو به سمت میبرن که کشور شما بریزه به هم، چهار نفر به اسم دلسوز تو مجلس پیدا بشن بگن آقا ما دلسوز وطنیم، من دلسوز کشورم هستم، بیا ما نشستیم با فراکسیون مثلا اون ور صحبت کنیم، با فراکسیون اون که استانم صحبت کنیم، کشور فدرالی جمعش کنیم بره که سوریه نشه. هنوز خیلی ها نمیفهمن که این بازی قرار هست وطن اینها رو به کدوم سمت ببره. هنوز خیلی ها نمیفهمن چرا من وقتی میگم که پلیس حق داشت با خشونت یک جاهایی برخورد بکنه، با جدیت برخورد بکنه، چرا دارم حمایت میکنم. هنوز خیلی ها نمیفهمن که چرا روزهای اولی که این آرامی ها پیش آمد، من به صراحت خدمت شما اعلام کردم که داستان تجزیه است. هنوز خیلی ها ابله هستن و مخاطب را ابله میپندارن. ببینیم ادامه صحبت این فرد، میگه که حزب کومله به صراحت خواستار حمایت آمریکا شده. حمایت آمریکا یعنی پیش رفتن به سوی الگویی که در سوریه عراق روی داده است. ببینیم ادامه صحبت این فرد رو. حزب كومالا طالب صراحة الدعم الأمريكي، الدعم الأمريكي يعني الذهاب إلى نموذج يعني مماثل لما حصل مع أكراد سوريا والعراق.
وإذا طلب هذه الطلبة هاي شيء جيد ونحن نرحب به. ومن زمن القديم احنا طلبنا من الأمريكيين بالدعم والمساعدة الحركة الكردية والحركة تحرير لكل الشعوب الاستهادين في إيران وشعوب المحتلة كشعب الكردي، شعب العربي، شعب البلوت والشعوب الأخرى. نحن نطالب كل شعوب العالم، نحن نطالب كل القوات التي بإمكانهم أن تدخل في هذه الوسط، تدخلوا في هذه الوسط لصلاح الشعب الكردي والشعوب الأخرى في كردستان في إيران. وإذا هم تدخلوا دخالة مباشرة وفاعلا بإمكان الشعوب الإيرانية وبإمكان الشعب الكردي أن يستحق حقوقه الذاتي وأن يستحق حكومته كسوريا ككردستان في كردستان. خیلی خوب، بخش از این ویدیو رو با هم دیدیم. میگه که بله، اگر کسی پیدا شده که گفته که آمریکا باید در این حوزه کمک بکنه، یعنی باید کمک بکنه که ما بریم به سمتی که وارد تقابل بشیم با حاکمیت و بتونیم به حقوقمون برسیم، اون کار درستی کرده. مدت هاست که حمایت آمریکا از جنبش‌های کردی و آزادی تمام ملت‌های تحت اشغال از جمله ملت‌های کرد و عرب و بلوچ و دیگران را خواستاریم. بعد میگه که ما از تمام جهان و نیروهایی که قادر به دخالت هستن میخواهیم که به نفع ملت کرد و دیگر ملت‌ها در ایران اقدام بکنند. و در نهایت به این اشاره کرده، گفته که اگر دخالت مستقیم و فعالی کنن، ملت‌های ایران و ملت کرد قادر میشوند همانند سوریه و کردستان عراق به حقوق و دولت خود برسن. این روسا این داستانی که میبینید دست و پا دارن میزنن برای ناآرام کردن ایران برای همینه. هر کسی برای شما داستان رو ساده تر هدایت کرد و تعریف کرد و هر رفیقی، من میبینم که بعضی از دوستان من ساده انگارانه مسئله رو دنبال میکنن. اگر در توییتر داری حرف دیگری میزنی، اگر یک واو کاراکتر بنویسی که این کاراکتر کمک بکنه که فضای کشور تو التهاب آمیز بشه، رفیق از دست من ناراحت نشو. اگر کشورت به سمت سوریه سازی رفت، تو خائن به وطنی، تو خائنی که یک عمر اومدی نشستی با خودت ساده انگارانه نگاه کردی، گفتی که وطنم رو دوست دارم، خودت شدی آتش یک بحران، شروع کردی به توییت زدن و کامنت نوشتن. و حواستون باشه، هوشیار باشی چی داره برای وطن اتفاق میفته. وطن فروشا رسما به پررویی تمام داره این حرفا رو مطرح میکنن، هرچند این آرزویی هست که آنها به گور خواهند بود، اما لازم هست که کمی در خصوص خوشحالی و دست و پا زدن های این افراد در این روزها خوشحال باشیم. سعودی ها هم که این روزها به شدت با دومشان گردو میشکستن و گردو میشکنن برای اینکه آرزو میکردن، با خوشحالی تمام این روسا میگوین که باید دست و پای بزنیم برای اینکه ایران به این سمت هدایت بشه. من طولانی‌ترش نمیکنم، هر چیزی که لازم بود خدمت شما عرض بکنم رو اینا خودشون دارن میگن، اینا به صراحت دارن نکاتی که من عرض کردم رو یادآوری میکنن و این همون چیزی است که من یک ماه پیش به شما گفتم. آرزوشون تو آبان اینو انجام بدن، غافلگیر بشیم، نشد، گفتن ببریمش توی همین ماجرای شهریور که اوضاع به هم ریخته، بعد بخوره به مدارس یه خورده فضا رو پیچیده بکنیم و بعد هم مراکز هسته ایران رو بزنیم. این داستان‌هایی بود که روی میز قرار گرفت و با یک شکست هولناک برای دشمنان وطن روبرو شد. نکته دیگه نداره. اگه نکته بود در قالب پیام برای ما بفرستین. وقتتون بخیر.